مخاطبین عزیز رسانه پشته ما جرای فیلم استاددار صابره تیم تیم میگم که منم تو برنامه گلزار جابجا دود به مخاطبین عزیز بنده امین فردین به همراه تیمم هم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم اومدم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو می‌بینید و می‌شنوید حال دلتون خوب باشه جیبتون پرپول باشه و از همه مهمتر سالم و سر حال باشید امروز قصد داریم که در برنامه پشت پرده افشا بکنیم پشت پرده انفجار و حمله تروریستی کرمان رو که جون بیش از 200 نفر از های ما رو گرفت که در همین ابتدای برنامه تسلیت میگم به خانواده کسانی که در این اتفاق تروریستی جانشون رو از دست دادن اما خیلی ها به دنبال پشت پرده این اتفاق و ابعاد این اتفاق میگردن و دنبال این هستن که چه کسی عامل این اتفاق بوده و قده معتقد هستن که خود سیستم و حاکمیت این اتفاق رو رقم زده و یه سری اسناد و مدارک و فکت ها هم میارن که امروز تحلیل و آنالیز میکنیم تمام این صحبت ها و ابعاد رو به مثل یک پازل کنار هم دیگه میچینیم که برای شما نور بتابیم به اتفاقات تاریک این حادثه هولناک و جنایتگونه بعد بگیم که در همه جای دنیا حادثه های تروریستی عموما محکوم میشن و کسی زیر بار این اتفاق نمیره و مردم عادی هستن که در این اتفاق جونشون رو از دست میدن اتفاقی که در چهارمین مراسم ترور قاسم سلیمانی اتفاق افتاد در کرمان که خیلی رفته بودن به سر مزارش کسانی که حالا به نوعی طرفدار این آدم هستن یا یه دیگه هم میگفتن که آره اومده بودن به حال رو به زور برده بودن اتفاقی که در خیلی از جاها میوفته، بچه مدرسه ها رو بردن بسیجیا و افراد مختلف خلاص یک طیف وسیع رفته بودن و پس از ساعاتی که این اتفاق رقم خورده بود دو انفجار در این اتفاق رقم میخوره اول ابعاد این اتفاق رو بگیم چیزی که مسئولان و نهادهای امنیتی به عنوان جزئیات این اتفاق اعلام کردن و بعد از اون هم تحلیل آنالیز بکنیم اول ساعت چهارده و 50 دقیقه یعنی دو, د... دو پنجاه دقیقه ظهر میگن که اولین انفجار صورت گرفته در 800 متری محل دفن قاسم سلیمانی که خیلی ها تو اون محله حضور داشتن و انفجار دوم میگن تقریبا 27 دقیقه بعد اتفاق افتاده یعنی ساعت 15 و 17 دقیقه این بار در فاصله یک کیلومتری اولین انفجار گفتن که یک بمبی بوده که در داخل یک خودرو 405 اصطلاحاً جاساس شده بوده و بمب دوم هم در داخل یک پارکینگ بوده اونجوری که مسئولان میگن البته اوایلش چیز دیگه میگفتن بعدش چیز دیگه میگفتن اولش میگفتن که چیز خاصی نیست یه کپسول گاز بوده و ترکیده و خبرگزاری و خبرنگار ایسنا هم اومده بود همین اتفاق رو خیلی شیک و مجلسی پوشش داده بود و اولش میخواستن قضیه رو ماستمالی بکنن درست مثل تمام اتفاقاتی که در طول این چند ساله ماستمالی کردن و این خبرنگار رسمی یک خبرگزاری دولتیه که بودجهشون سیستم میده و ببینید چقدر شیک و مجلسی و ریلکس جلوی دوربین دروغ به مردم میگن همین هایی که اگر یه سری رسانه ها و افراد بیان صداقت رو به مردم بگن تو خبرگزاری دروغ رو تحویل مردم میدن ببینید چقدر شیک و ریلکس جلوی دور میدن به مردم دروغ میگن بسم الله الرحمن الرحیم در گذشته صدای انفجاری توی مسیر منتهی به گلزار شهدای کرمان شهیده شد مسیر گلزار میگن که صدا مال انفجار چند تا کپسول گاز بوده اتفاق خاصی برای کسی نیفتاده جمعیت در آرامش کامله و مسئولین دارن نظارت میکنن که ببینن چه اتفاق افتاده خدا رو شو هیچ اتفاقی نیافتاده بوده چهار تا کپسول گاز بوده ترکیده بوده البته من اه... خورده رو هم به این خبرنگار میگیرم هم نمیگیرم به حال احتمالا اون مسئولین بهش آمار دروغ دادن که صد درصد این بوده اما نکته دوم که شما خبرنگاری شما خود باید بری تحقیقات میدانی بکنی شما باید بری از چهار نفر سوال بپرسی نه اینکه از نقل قول یک مسئول بیای جلو دور شما یک شاهد عینی و یک خبرنگار در موقعیت یک حادثه هستی اینا رو که دیگه من نباید بیام به آموزش بدم که بعد بری اونجا رو چهار نفر تحقیق کن وقتی یه صدایی تو بعد شما دقیقا توی لوکیشن و موقعیت هستی و این اتفاق در فاصله 800 متری اونجا اتفاق افتاده چه جور به گوش نرسیده بعد میگی بسم الله الرحمن الرحیم رحم شروع میکنی به نقل قول همه چی عادی تو مراسم نرم و نازک چست و چابک هیچ اتفاقی نیفتاده آوین آگاه یه دفعه خبر میرسه که بیش از دیویست نفر از هموطن جان خودشون رو از دست دادن البته ببینید وقتی این دیتا ها میاد بیرون وقتی که این چیزها رو ما میذاریم کنار هم دیگه اینی که مردم رو مشکوک میکنه چرا در چهارمین مراسم قاسم سلیمانی خانواده شرکت نکرده بودن تهران بودن چرا هیچ کدام از مسئولین و نمانده های مجلس و افراد بلند پایه در این مراسم حضور نداشتن در کرمان و فقط مردم عادی حضور داشتن اینها به حال سوالاتی که اصلا باید مسئولین پاسخ دادن چرا توی مراسم نبودن مگه میشه توی همچین مراسم مهمی پس از 20 خورده ای سال سی و خورده ای سال وقتی که سالگرد فوت خمینی میشه انواع اقسام مسئولین و آدم های مهم و بلندپایه میان شرکت میکنن بعدش هم توی همچین مراسم های مهمی معمولا تا شعاع 3 کیلومتری اونجا رو چک و خونسا انجام میدن همیشه تا بوده همین بوده این سری چک خونسا انجام ندن اونم در فاصله 800 متری اونجا هیچ وقت یادم نمیره مهرماه سال 1390 بود خامنه‌ای داشت میمد که ارمانشا. بعد فکر میکنم کنگاور بود یه دونه استیج براش درست کرده بودن سیمانی که بره اونجا سخنرانی بکنه فکر میکنم سپاه ولی هم بود یا دو تا از جای مختلف بود که مسئول چک خونسا بودن و میومدن 24 ساعت قبل حتی دوربین ها و میکروفون های خبرنگار ها رو میگرفتن و روز سخنرانی میکروفون ها رو تحویل میدن که قبلش چیزی رو توش جاساز نکرده باشن و اونجا پولون باز میشه من اونجا خبرنگار صدا بودم استیجی که با سیمان زده بودن حالا بود و کندن یه دو سه متر هم رفتم پایین با داربست اونجا برای سخنرانی خامنه ای استیج درست کردن یعنی اینجوری چه که انجام میدن اگه نمیدونید بدونید یعنی این تپی بعد شما حساب بکنید در فاصله 800 متری چه که انجام نشده وقتی این خبرنگار میاد ریلکس اونجا و صحبت میکنه و ببینید بعدش میان میگن که نه دو تا انفجار بوده میگن اولش داخل یه دونه سطل داخل یه خودرو 245 بوده اسکی میگم بوده بعد دومیش داخل یه پارکینگ بوده بعد میگن که از اینا چیزای ریموت دار بوده از زدن تا ترکوندن ولی اینکه میگن هیچ مسئولی نبوده این خودش نکته رو مشکوکتر میکنه اینکه این اتفاق مراسم چهلمش مصادف میشه با 22 بهمن یعنی دقیقا روزی که میتونن بگن که بیاید توی خیابون برای چهلوم و مصادف میشه با 22 بهمن و یه جمعیت زیادی میاد و میگن که اینها برای آرمان امام انقلاب مدن به حال اینها صحبت هایی که داره میشه بریم جلوتر وقتی اینا رو میذاریم کنار هم دیگه یه مقداری ماجرا رو مشکوکتر میکنه تو زیر نویسش هم نوشتیم اقرار رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان به اطلاع قبلی و آماده باش برای پذیرش مجروعان انفجارها در پنج بیمارستان کرمان یعنی دقیقا مسئولان دانشگاه علوم پزشکی خودشون توی این که با صدا انجام دادن خیلی شیک و مجلس میگن که بله ما آماده باش بودیم ما از قبل میدونستیم و اتفاقا آماده بودیم تختا همه چی آماده بود که این اتفاق میفته اینها به حال حرف رسانه های معاند خارج از کشور حرف بق... آقا صحبت های خودتونه یکم دستبندی بکنید و اینها چیزایی هستش که خودتون دارید میگید ببینیم آخرین موضوعی که به اطلاع من رسوندن علاوه بر چهار بیمارستان شهر کرمان بیمارستان های شفا با هنر و افسلی پور و مهرگان بیمارستان پیامبر اعظم یعنی تامین اجتماعی هم درگیر حضور مجروحین شده و مجروحین به اونجا هم انتقال داده شدن اما در کنار بنده جناب آقای دکتر احمدی نژاد رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان هستن و از آخرین وضعیت احمدی نژاد فامیل اون و حالا رسیدگی به اونها برای شما گزارش من آقای سلام خسته نباشید خدا قوت بفرمایید وضعیت چطور هست بسم الله الرحمن الرحیم متاسفانه در این حمله تروریستی تعداد زیادی از هموطنانمون شهید و مجروح شدن و خب بر ما از قبل آمادگی اینو داشتیم ما از قبل آمادگی اینو داشتیم ما از قبل آمادگی اینو داشتیم و در حقیقت اون کجا شما آمادگی داشتید این این سوالیه که بعدش پاسخ بدید که شما از قبل البته البته میتونیم اینو هم تحلیل بکنیم حالا جلو تبتون میگم این شرایط رو از قبل فراهم کرده بودیم بیمارستان همه در شرایط آمادگی صد درصد بودن آمادگی صد درصد بودن البته بازم میگم یک درصد چون من میخوام عادلانه به این موضوع بپردازم میتونیم بگیم که به دلیل حجم زیاد جمعیتی که ممکن بوده اون روز بیاد این آمادگی اینو داشتن که ممکنه که یه عده برای غذای نظری یه برای رسیدن به اونجا هول بزنن چون در سالهای قبل هم این اتفاق افتاده بوده اینو هم میتونیم تحلیل بکنیم که آماده باش برای اون اتفاق بوده چون معمولا در مراسم‌های های پر رفت و آمد مثل 22 بهمن مثل مراسم‌های های دی مثل مراسم های این تیپی که خودشون از قبل اصطلاحا میان بمباران خبری میکنن و پومپاژ خبری میدن و میگن که آقا بیا تو داشته باشین معمولا میان و این آماده باش ها رو انجام میدن پس اینو هم میتونیم در نظر بگیریم اما اون برای قضیه هم هست دیگه اینکه شما به چه دلیل آماده باش رو داشتید اینها به حال پازل هایی که میذاریم کنار هم دیگه اون فرضیه دوم که شما برای مراسم های پرش... رفت و آمد شلو آمادگی داشتید رو یکم کم رنگ میکنین که شما آمار دقیق حتی کشته ها رو اعلام نمیکنید یکی میگه 50 تا یکی میگه 70 تا یکی میگه 100 تا شاهدان عینی میگن اصلا عدد بیشتر از این بوده خودشون که دارن میگن اصلا 30 40 نفر مفقود الاثر شدن بعد بمبایی که استفاده شده بوده خودشون میگن از این بمبایی بوده که ترکش دار بوده یعنی فقط برای تلفات بیشتر از این ممه استفاده میکنن پس شمایی که پشر رو هوا میزنید دستگاه امنیتیتون میگید خداست چجور نتونسته بوده این اتفاق رو رصد بکنه این اتفاق تلخترین و بزرگترین اتفاقات تروریستی بعد از حادثه سینما آبادان بوده که بیش از سی چل سال ازش میگذره تا الان ما یه حادثه این تیپی نداشتیم با این حجم تلفات که البته ایران در منطقه مثل لبنان و سوریه نیروهاش رو به حالت آماده باش در آورده حالا اسرائیل و جاهای دیگه هم گردن نگرفتن ولی خب محسن رضایی و سایر مسئولان گفتودن که این اتفاق از سوی اسرائیل و آمریکا اصطلاحا آب میخورده و باید ببینیم که چه کسی مسئولیت این حادثه ای که جون هموطن و مردم عادی رو گرفته یعنی دقیق از یه مسئول که اون وسط مسطا باشه دقیق از نماینده مجلس یا دقیق از یک آدمی که توی اون مراسم بلند پایه باشه یعنی کاملا مردم عادی رو اینها مورد هدف و این اتفاق قرار در مردمان عادی و من باز هم تسلیت میگم به خانواده این افرادی که عزیزانشون رو از دست دادن در این حادثه تروریستی تا ما سابقه این حادثه ها رو در احواز در فکر میکنم شهری بر ما داشتیم در جای مختلف داشتیم اما با این حجم از تلفات تا الان فقط حادثه سینما رکس بوده در طول این تاریخ که ما یادمون هستش در صورت حتما اگر در ساعات آینده اسناد و مدارک و موضوعات مهم و چیزی اگر این وسط مسطح در بیاد که پشت پرده و تحلیل داشته باشه توی ویدیوها به شما خواهیم گفت درس بکنید که حتما کانال پشت پرده رو سابسکرایب کنید ویدیو رو برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید و کامنت بذارید و شما هم نظرتون رو در خصوص این اتفاق به ما بگید مرسی از شما